سلام، چطوری دوست گلم؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. با نام خدا شروع میکنیم و میریم. منتظر بودم خیلی که قسمت جدید آدم خان داخل تم میبینید که کچل شدیم و اندکیم این جلو رو مو کاشتیم و اینا. آره، منتظر بودم که آدم خان توی تهران سری جدیدش بیاد که همین دیشب فکر کنم اومده. میریم با هم ببینیم که حافظ افضلی چیکار کرده. لایک یادتون نره، سابسکرایب کنید حتما و لینک کانال آقای افضلی هم توی توضیحات میذارم، میتونید حتما برید و از کانال اصلی ببینید. دمتون گرم، بریم ببینیم که این ویدیو چطوره. ریش و پشم حاجی. ببخشید جناب، میشم جلسه رو شروع کنیم و بگوییم که ما رو برای 3000 کردیم؟ ما تا چی وقت طرف شما سیل کده بریم؟ پشتشو دیدی چی نوشته بود؟ واسه دوباره بیا. ترسناک نباشیم آرام خان، زبان درازی نکن. ما شما رو برای 3000 کردیم که خود شما میفهمین که دا ایران اسلامی جمهوریت سپاره دا قرار برای ما تحویل بده. آرام خان ناموسن میخوان سفارت بدن به طالبان، خاک بر سرتون. تو با هیئت امرایت میری سپیر را تعیین میکنی و زود برمیگردی، فهمیدی؟ نوشته که حالا سرش جلوی اون نوشته از زیاد معلوم نیست، نوشته که ما از دانش زنان بیزاریم. فکر کنم بریم ببینیم چی میشه. جناب چرا میشه ما باید بروم؟ چرا خالی پر روان نمیکنی؟ چرا جناب کم پل پیج روان نمیکنی؟ فقط ما رو گیر آورده. آدم خان الان که تو خوب زبانش بلد هستی نه از او آجی خانوما رو اون پشت هیچی شون معلوم نیست. خب چرا وقتی هیچ صوره هیچی معلوم نیست دیگه عکسو میزنید؟ عکسو آدم میزنه که مثلا یه یادگاری چیزی باشه دیگه، هیچی معلوم نیست. این چرا هی میپره پدر سگ؟ اوکی بریم جاتا. قطعی رئیس وزرا تو رو روان میکنه. چی زبانش بلد هستی؟ من از رئیس جمهورش خوشم نمیاد. هر بار من زنگ زدیم بریش با ما دعوا کرده. ما از رئیس جمهورش خوشمون نمیایه واقعا. لایک آدم خان الا که زبان درازی نکو، از دستور سرپیچی میکنی. برو زود باش ملا فضلو رو بگیر، برو در ایران سپیر مقرر کو. زود باش. نه، نوشته که ما از دانش زنان میترسیم. واقعا هم همین جوریه، خیلی مثل چیز میترسن از آگاهی و دانش و اینا، چون خودشون نادونن دیگه، دوست دارن همه مثل خودشون باشن. عاشق این آهنگایی هم که وسطش میذاره، خیلی باحاله. نبی بقیه توی درشی شبی گنگ پیکی بلایندرزه. دیدی این سریالشو؟ جوری گنگ با هم رام. آقا ما یه مشکل تکنیکی اینجا داریم که ریدم توی این اینترنت ایران واقعا ان تو ایران هستن. بریم جلوتر. کوچلوار زدی فقط بگید اگر توی موی اگر فامیلی روسی روان بشی میریم یک سپیر مقرر میکنیم دیگه. اگر لباس سیم پوشیدی چی وضع است فامیلی؟ لونگیر سیکو، ریش سیکویی، کوچلوار سیکو. میگه چیه پوشید؟ خوشتیپ کرده اومده ایران دیگه، بنده خدا خوبه که. یا ابوالفضل، اینا دیگه از کدوم سیاره اومدن؟ پشمو ورده ریخته این مدل ریشو، مثلا با دمپایی و اینا یکم چیز دیگه تو تهران آدم کمتر میبینه. البته بلوچ ها اینجوری لباس میپوشن، دقیقا مثل آدم خان لباس میپوشن. من هم خدمتی بلوچ داشتم، با هم بیرون میرفتیم همینجوری لباس میپوشید، ولی خب مثلا توی تهران خیلی کمه اینجوری بیرون بری یکم مردم نگاه میکنه. خیلی لکه ما یه درشیر پوشیدیم که بعضی میرانی ها نگوین که ندرش پوشید ندارن. بله تو هم راست میگی. ماشینا رو تو تهران این ماشینا نیست دیگه، لامبورگینی و مگانه. دو تا لامبورگینی فقط تو این تصویر هست. انقدر همه چی گرون شده، ماشینای گرون قیمت دیگه نیبی بیرون میری نیبینی، چون خرج تعمیر و نگهداریشون بالا رفته. خیلی کمتر میبینی نسبت به نسبت مثلا 5 6 سال پیش. بیرون میرفتی همه ماشینای منطقه، حالا تو رشت اینجوریه، ماشینای منطقه آزاد و بی ام و نمیدونم فورد و اینا پر بود. الان دیگه اصلا نیبینه آدم. این اقتصاد سوراخمون کرد. جنابی بقیه کجا میرین؟ کجا میرین؟ سپارت پرچم افغانستان رو چرا برعکس زده؟ پرچم اینجوری نباید باشه مگه؟ یا اونجوری میبرن رو میله؟ میله پرچم اونجوری میذارن؟
فکر نمی کنم. افغانستان خمی هستی، پرچم جمهوریت اینجا چیکار میکنه؟ چی آدم خان الک کجاست؟ کجاست؟ تو مطمئن هستی اینجاست؟ آ چی مطمئن هستی؟ ما خودم از زمین پاسپورت گرفتیم، زمانه ای ایران کار میکردیم. یه نوشته است نیست سفارت کبرای افغانستان. زیرش پشتو نوشته، درسته؟ افغانستان. ای عمو حسنه. نه حسن نی، ولی استایل استعداد حسن شدن رو دار. بیا یه دور رئیس جمهور شو سلطان، بیا تو هم یه تری بزن تو کشور و برو. خب چرا نمیان اینا؟ علاف کردن ما رو. راز میگی آدم خان الکون نوشته است. ها دیگه باش من زنگش. آها در افغانستان لو لوی سفارت. اوکی بزنم. بس کو دیگه چرا بد نمیکنه؟ اونه هاشون اومدن. این عمامش چرا؟ عمامه مگه گرد نی؟ چجوری از بغل اومده پایین؟ حاج آقا مدل 2023 زده، شیطون بلام تو مده. بهم چوتا پرچم به 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 ببین پرچم امارت رو میسیدین سفیده. ما از طرف یه دولت امارت خدمت شما رسیدیم تا سفیر خود معرفی کنیم و بعد از شما سوال کنیم که حال و احوالتان چطور است. خوش اومدی، خوش اومدی. حال ما عالی، عالی. از این آقا واقعا سفارت میخواد بزنه داخل ایران؟ البته این میشه بالاخره، اول آخر میشه، ولی نمیدونم، نظری ندارم. بهتر نمیشه. خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. ایتا کدام نگرانی و تورم و ایتر دلار مولار دلار چیزا خوب بالا نرفتنه؟ گرانی خونسته. نخیر نخیر، ما اصلا نمیشناسیم این چیزا رو. ما پدر سگات بیناموز ساقی، اینا رو باید پیدا کنی قشنگ خوش باشون صحبت کنی. آدم دیگه هرچی فوشه توی دنیا ما دادیم به بعضیا. بریم جلوتر. اصلا نمیدونیم گرونی یعنی چی، تورم یعنی چی. این چیزا اصلا ما خیلی وقت ندیدیم. بله شما جیبت پره. خواهر کار کشته، خواهر کار کشته، فوش ندادم. آره جیبت پره برای خودت، اصلا نمیدونی گرونی چیه. به هر حال بسیار خوب، بسیار خوب. راستش خودت میفهمی که ما پای خود جای پایش ما مندم. ما در مراحل اول هستیم. ما به می اعتماد به سقفی که شما دارین شدیدن نیاز داریم. ریدی آدم خان، ریدی پا جا پای اینا گذاشتی که دیگه هیچی. چون رای طولانی پیش رو داریم. چطوری تر تظاهرات مزاورات وزی که پاخو نیسته در کشورتن؟ چی میگی تو؟ تظاهرات؟ تظاهرات یعنی چی؟ ما اصلا نمیدونیم تظاهرات یعنی چی، چجوری برگزار میشه. کلن اصلا همه چیو از بیخ کتمان میکنه. جالبه. گرونی حالا گرونی اینا دیگه یه چیز واضحیه، نمیشه مثلا گفت گرونی نیست. ماشین توی دو ماه 300 میلیون رفته بالا. آقا 207 مثلا بود 500 تومن شده 750. دیگه این گرونی نیست چیه؟ پاره شدیم ما. این بار فکر کنم سال 57 بود که ما از فرانسه اومد، ما دیدیم تظاهراتو. دیگه ما اصلا ندیدیم که تظاهرات چجوری برگزار میشه. بابا چی میگی تو؟ بله بله بسیار خوب. پس داستان مهسا و این ترانه برای شروین حاجی پور اینا چی بودن؟ پشما آدم خان ریخته، دیدی؟ از اعتماد به نفسی که داره. جان چی؟ مهسا، آها این دختره رو میگی. خب ولش کن بریم سر اصلی موضوع. کدومیتون میخواین سفیر طالبان اینجا تو تهران باشین؟ لطفا طالبان نگو، طالبان نگو، خیشت امارت بگو که بس خرابی میشه. امارت اسلامی گذاشتن که مثلا توی چیز نظر عمومی و توی این چیزا طالبان مثلا فراموش بشه. البته این برداشت منه. حالا همون امارت. خب کدومیتون میخواین سفیر باشین؟ بله سفیر. ولی من خودم نمیتونم سفیر باشم. من مقام بلند پای امارت استم، بدون ما تنگ اسیاب امارت نمیچرخه. اما او طرفی که میبینیم جناب بقیه است، دستیار ماست، مرد مسافرت ها همراهی میکنه. خوشتیپه رو میخواد چی کنه؟ کچلوار رو میخواد سفیر کنه؟ نمیتونه باشه. اینمی جنابی که میبینین، جناب ملا فضل الدین ملقب با ملا فضلو، قرار است که سفیر ما در تهران باشه. نه وسطی شد. بله این آقا رو من یه جای انگار دیدم، خیلی قیافش آشنا میاد تو چشم. شاید تلویزیون دیده باشین، ما دمی روزه معتدر جمع‌آوری میکنیم، شاید دگر ویدیو اونجا دیده باشین. اولین بار من اونو اتفاقا دیدم تو ویدیوهاش.
همیشه با اون جناب کچلواری هستش. بله بله شاید. خب ایشون قبلا چیکارا بودن؟ تحصیلاتشون تو کدوم رشته است؟ چی تحصیلات؟ تحصیلات یلکو بخیر، موضوع بحث چنج میکنیم. راستی چی شد که شما اون راجب مهسا صحبت کرد چنج کرد، این یکی راجب تحصیلات اون جایی که ضعف دارن و دست گذاشته آقای افضلی. ویدئوهای جالبی میسازه، دمش گرم. ما پیش قدم شدیم در بین این همه کشورا، اولین کشوری شدیم که سپارت را برای ما تحویل دادیم. بله سوال خیلی خوب رو مطرح کردین، اما در جواب سوالتون من مجبورم متوسل بشم به آهنگ حضرت هایده. میفرماید حضرت هایده رو از کجا داوردی آخه؟ دمتیم. دلم گم شده پیداش میکنم من، اگه عاشقته وای به حالش، رسواش میکنم من، وای به حالش، رسواش میکنم من. چه ربطی داشت اصلا به موضوع؟ چه ربطی داشت؟ بعد این دلی مام ساب مرده دل است دیگه، مام رفته بود طرف شما، ما دیگه نتونستیم کاری کنیم. حالا خب مشکلی نیست، با هم دیگه یک شباهت های هم داریم. بله بله بسیار خوب بسیار خوب، ولا من در خدمت هستیم، من در خدمت هستیم. خب ما دیگه باید زحمت کم 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 کنیم، باید بریم، ما بسیار کار داریم بسیار کار داریم. خیلی خوبه اینکه ارتباط بگیری اصلا با کشوری که همسایته، ولی خب حکومتی که نمیدونم مثلا به زور میاد کشور رو میگیره، یه چیزیه که آدم نمیدونه ارتباط باید بگیره یا نگیره، یه چیز عجیب غریبیه. خودت نفهمی، ما چهار پرنسی مرد استم، ما پروازیم دیر میشم دیگه، من این سپیره اینجا میمانیم خود ما میریم. نه بابا چه زحمتی چه زحمتی، سب کن نهار با هم بخوریم، نهار با هم بخوریم. ما سب اون یکی چوبه خشک هیچی نگفت، قیافه جمعی هم دنگلیه، قیافهش خیلی جمعه. سبزی پلو با ماهی، سبزی قرمه سبزی، نمیخوای قرمه سبزی، سب کن. نه 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 تشکر، ما رفتیم برای ما رسید، بسیار تشکر. احساس خطر کرد آدم خواهد. چه مگا مگا او سنم جان سنم، امشو میمان سنم، بیا با پلوین بشین سلی چشمای کنم. خب تموم شد، خیلی موامون نریزه، خیلی سم بود و بسیار زیبا بود. تشکر از آقای افضلی عزیز، لینک کانالش رو توی توضیحات میذارم، لایک رو بزنید، ناموسن لایک کنید، سابسکرایب کنید و دوستایی که نظری پیشنهادی آهنگی چیزی هست که دوست دارن حتما توی کامنت ها به معرفی کنن. تا یه ویدیوی دیگه، خداحافظ بچه ها.